کانال موسبز رو لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و پیج موسبز رو در اینستاگرام دنبال کن. سلام به دوستان و همراهان عزیز موسبز. همونطوری که اطلاع دارید لایو امروزمون راجع به گیاهان گوشتخاره. امروز مهمون عزیزمون استاد وفاجو هستن، یکی از بهترین کلکسیونرهای گیاهان گوشتخار در ایران هستن. من الان یه توضیح قبلش میدم راجع به گیاهان گوشتخار، ولی خب این توضیح کلی نیست و از آقای وفاجو دعوت میکنیم که بیان بالا و با ما همراه باشن. الان یه سری خب هر منتظر میمونیم تا دوستان بیان بالا. دوستان توضیحات بر این قرار هست. گیاهان گوشتخوار دسته‌های متفاوتی دارن و هر کدوم عملکرد خاص خودشو دارن. این عملکردها واقعا در نوع خودشون بسیار عجیب و حیرت آورن، مثل ونوس حشرخوار که واقعا سرعت گرفتن تلش فرق میکنه، یا بقیه گیاهان حشرخوار هستن که میخواییم از آقای وفاجو بپرسیم که چطوره گیاهان حشرخوار نحوه عملکردشون با هم فرق میکنه، این داستان از کجا شروع شد و کلن خب آقای وفاجو اومدن، من درخواست رو میفرستم. داستان از کجا شروع شد که گیاهان حشرخوار راه پیدا کردن به خونه های ما؟ الان منتظریم که جناب وفاجو درخواستمون رو قبول کنه. سلام، خسته نباشید. سلام، من وفاجو هستم. خدا و بعد آقای وفاجو، سرعت اینترنت بکنم یه کمی با اختلال دوباره مواجه شد. ما قبل از این هم دوستان چک کردیم، ولی خب به خاطر هوای ابری سمت ما شاید باشه، چون الان داره بارون میاد، ما غرب کشور هستیم و الان بارونی داشت میومد که فکر کنم باعث همین لگ اینترنت شد. ما از آقای وفاجو خواستیم که در مورد گیاهان گوشتخوار توضیح بدن و این واریته ها چطوری باعث شدن که این همه نحوه عملکردشون با هم متفاوت باشه. مثلا یکیشون با تله بگیره، یکیشون با برگ چسی بگیره، یکیشون با حالت کوزه‌ای بگیره. اینها رو برامون توضیح بدن و ما تماما شنیدار توضیحات شما هستیم. جناب وفاجو بفرمایید. الان نمیدونم ساعت اینترنت چطوریه. الان خوب شد. من کامنت ها رو میبندم دوستان که سرعت اینترنتمون زیاد لگ نیفته بشه. بعد از اون سوالاتتون رو توی باکس بپرسید. من آره سمت شما هم بارونی شد. آره اینجا خیلی بارون شدیده. حالا نمیدونم الان چه جوریه. سرعت ببخشید من گوشیمو سایلنس باشه. اگه میخواید من قطع کنم بعد شما دوباره درخواست بدید. من هستم، ولی خب شما برید دوباره بیایید. دوستان همونطوری که میدونید یا من الان کامنت ها رو روشن میکنم که سوالات و صحبتاتون بیاد اینجا. دوستان برای اولین بار دانشمند بزرگ داروین که نظریهش هم حتما قبلا خوندید، برای اولین بار ایشون
گیاهان گوشتخوار رو کشفشون میکنن. ایالتش رو دقیقا نمیدونم ولی میدونم سال 1805 میلادی در آمریکا کتابی منتشر کردن به نام گیاهان گوشتخوار. این گیاهان گوشتخوار کلن اووردن دسته بندی کردن نحوه عمل کردشون و اینکه چطوری این گیاهان گوشتخوار شکار میکنن و اینها، کلن گفتن که به چه صورت شکار میکنن، کلن یه دسته بندی کردن و بعد از اون خودشون ونوس رو، اون موقع ونوس نامگذاری نکرده بودن، اسمش گذاشته بودن گیاه اعجاب انگیز گوشتخوار، نام ونوس بود که ایشون تعیین کرده بودن برای ونوس حشرخوار. پس همون حوالی همون سالها بود که ایشون تصمیم گرفتن ببرنش اروپا و با دانشمندان صحبت کنن راجبشون. اولین کسی که تونست این گیاهان رو فضاشون رو شبیه سازی کنه و پرورششون بده به نوعی جناب داروین بود و ایشون کلا یه توضیحات خاصی جمع آوری کردن راجب این گیاهان، اینکه چگونه شکار میکنن در محلهای مردابزی. نتمون ضعیفه دوستان، نت ضعیفه، لطفا یه کامنت بدید اگه نت ضعیف هست تا فکری به حالش کنیم. الان اینجا خب بارون بند اومده الان فعلا، اگه نت ضعیف هست لطفا بگید. آقای وفاجو الان نیستن، الان دوباره اومدن، من درخواست میدم ایشون دوباره بیان بالا. من کلا داشتم در مورد این صحبت کردم که جناب داروین این گیاهان گوشتخوار رو بردنشون اروپا و با کسانی در ارتباط گذاشتن، یه مجمعی تشکیل دادن و یه تحقیقات بیشتر و ویژه تری در مورد گیاهان گوشتخوار، نت ضعیف نیست که این که بله بله نت خوبه دوستان، نت ضعیف نیست. اگه نت آپلود ما چکش کردم که ضعیف بود، سرعت 16 مگابایت حساب کنم، نت خودتونم مشکل داشته باشه. دوست عزیز من آقای وفاجو الان نیستن، گفتن الان میرم میام تا دوباره درخواست برای الان اومدن، من درخواستشون رو قبول میکنم، اون وقت ازشون بپرسید. بعد از اینکه این حالت کنفرانس ایجاد شد، الان میان دوست عزیز که من همین الان بالا بودن، نتشون یه کمی مشکل داشت به خاطر بارندگی شدیدی که اونجا بود، گفتن که الان یه لحظه برن و بیان درست میشه. همین رو داشتیم میگفتیم. بعد از اون کلن استارتی خورد در فکر کنم 1900 میلادی شروع شد که گیاهان گوشتخوار رو توی خونه ها پرورش دادن. این گیاهان گوشتخوار دسته های زیادی دارن که یکیشون ونوس حشرخوار هست، یکیشون نپنتس هست، یکیشون دروزرا هست، برگ چسبی ها هست، من اسمشون رو دقیق نمیدونم و شاید هم الان به خاطر اینکه اسامی فارسیشون تلفظ های دقیقشون توی اینترنت نوشته نشده ندونم که تلفظ دقیقش چی هست. به خاطر همین اگه اشتباهی بود بنده رو ببخشید، چون من در مورد گیاهان فقط مقاله های انگلیسی رو خوندم، اونم مثلا نپنتس نوشته شده بود و من هم همینطور میگم که امیدوارم درست باشه و از آقای بفاجان همین رو میپرسید که آیا تلفظ ها درست هستن و ایشون هم توضیحاتی رو الحاق کنن به موضوع گیاهان حشرخوار که چند دسته هستن، از کجا شروع شدن و نحوه نگهداریشون به چه صورت هست. دوستان اگه آقای وفاجی اومدن دوستان خبر بدی تا درستشون کنید. تو کنید سرعت اینترنت به خاطر بارندگی کمی ضعیف شد، ببخشید. خب نه، یه سوالی پرسیدم، خیلی از دوستان گفتن که نت خوبه، احتمالاً نت شما سمت شما بارندگی شدید شده باشه، چون اینجا بارندگی دیگه تموم شد. ما سمت جنوب غرب هستیم، تقریباً همون غرب کشور هستیم، اینجا بارندگی دیگه تموم شده، فکر کنم به خاطر بارندگی شدیدی که سمت شما هست اینترنت ضعیف باشه. الان که نگاه میکنم هنوز جناب وفاجو نیومدن.
دوستان حالا اگه سوالی هست فعلا بپرسید تا توضیح بدین راجع به همون آقای وفاجو هم بیان. بله اومدن. سلام دوباره جناب رفاجو، خسته نباشید. ببخشید اینترنت به خاطر بارندگی ها ضعیف است. من اینجا دوستان کامنت ها رو میبندم چون که لگ ایجاد میکنه و این قلب هایی که میاد کلا سرعت رو میبره پایین. من میبندم، اگه سوالی بود توی باکس کوئسچن ها بپرسید، همون که حالت کامنت داره روی علامت سوال. جناب رفاجو بفرمایید. ببخشید وقتم گرفت. سلام، ساعت خیلی کمه، یعنی من واقعا لگی هم کردن شما، یعنی شما به من لگی نمیدونم الان من قطعی بسیاری از داخل اینترنت دارم، صدای شما خیلی بریده بریده میاد، نمیدونم از سمت من هم برای شما هم همینطوری هست. آره آره برای شما خیلی قطعه، یعنی کلا اصلا فریزه، هیچی نمیدونم. من هم صداتون رو فقط صداتون رو دارم، یه تصویر دارم که ثابته و ساده فقط میاد. شانس ما الان اینترنت بازی داره برده فرمون آره اونم بارندگیه. خب شما توضیحاتتون رو اضافه کنید، مشکلی نیست، قشنگ صداتون رو میشنم. الان صدا میاد پس؟ بله بله. پس شروع کنم دیگه. بله شما مخصوص هم تقریباً 4 ساله که این گیاه هم دارم، علاقه هم اولین گیاهی هم که خریدم نفنتس بوده، برخلاف کسی که حشره خوار چیز ونوس میگیرم من، ولی از همون اول گیاه مورد علاقه هم نفنتس بوده. تو این 4 سال تقریباً میشه گفت 10 گونه گیاه الان جمع کردم علاوه تنوع. میشه گفت یکی از کلکسیونرهای خوبم الان توی حداقل توی این من تو ایران. حالا الان یه توضیح بدم در مورد پراکنش این گیاها توی دنیا که چجوری پخش شده. طبعا میشه گفت حشره خارا توی کل دنیا هستن، یعنی مطمئنا تو هر خاک ضعیفی بوده و شرایط خوب بوده این گیاه ها بتونن تکامل پیدا کنن. مثلا توی آمریکای مالی ما ونوس رو داریم، سارسنیا رو داریم، کوبرا رو داریم، آمریکای جنوبی هلیام فورا هست، با برچستی آمریکای مرکزی هن، آفریقا دروزرا هستن، جنوب شرقی آسیا هم که بزرگترین تنوع اینا هستن که نپنتس هستن. استرالیا هم حتی هست که سفالتون روش میکنه. این هم دلیلشون اینه که کلان اصلا به حشره و گوشت نیاز پیدا کردن، به خاطر اینکه شرایط محیطشون خیلی خوب بوده، نور رو داشتن، رطوبت رو داشتن، شرایط دماییشون خیلی خوب بوده، ولی تنها مشکلی که داشتن مشکل تأمین مواد معدنیشون بوده، مثلا نیتروژن و اینجور چیزا. تو این حساب آرمارم تکامل پیدا کردن به سمت حشره. حالا توی نپنتسا که حتی میتونن پرنده و موش هم تجزیه کنن. صداتون رو داریم؟ نه تصویر یه کمی فریزه، ولی خب صداتون رو داریم. داشتی در مورد نپنتسا صحبت میکردید که تلاش مقادرم گنجش‌ها، پرندگان و خزندگان و کلن جوندگان رو بتونه تجزیه کنه مثل موش ها. خب تا اینجا ما شنیدیم بله میتونه تجزیه کنه. تقریبا میشه گفتش که نپنتسا 100 و نزدیک 200 تا گونه دارن و نزدیک چندین هزار تا هایبرید که بیشترشون توسط انسان ها درست شده. بعد این توی بیشترین دروب شرقی آسیا
بیشترشون توی جزیره بورنوی، سوماترا و کشور مالزی، اندونزی دیگه، تو قسمت آفریقا مادگاسکار هست، تو هند هست، تو تایلند هست، توی این نقطه ها پخش شده. حالا اینجا هم که الان هم میشه گفت یه سری هستن. حالا نمیدونم چجوری الان صدا میاد، صداتون رو کاملا دارید. داشتید در مورد اینکه در چه جغرافیایی هستن، در شرق آسیا، سوماترا، مالزی، فیلیپین، اینها رو داشتید نام می‌بردید. بله در اینجا بود. دنیا که تو آمریکای شمالی اصلا اینا رو شما بیشتر دیدید توی بازار، اینا طلاهای فعال داره بنود. ولی بقیه حشره خارا، بنود و یه حشره خار دیگه هست که زیر آب حشره میگیره، اینا تلاشون اکتیبه. ولی بقیه حشره‌خوارا به صورت پسیبن. از آمریکای جنوبی یا نه معلومه نه. بله الان تصویر مشخص. یه لحظه سر همین که گلدون رو بردید بالا فریز شد. الان تصویر واضحی داریم. نزدیک آبشار آنجله زندگی میکنه، نور خیلی زیادی نیاز داره، اسمش هلیوم فوراست، نزدیک 20 گونه هست حدوداً. بعد شرط نگهداریش نور خیلی زیادی میخواد، بعد آب سرد دوست داره، بسترش هم اسفگنوم خیلی خوبه براش دیگه. نحوه شکار کردنش هم به این شکلی که آبای رودخونه میاد داخل این کوزه ها، حشره ها وقتی که آب میره پایین، حشره ها توی این کوزه ها میمونن. یه سری سارسنی هستن، سارسنی کوپرا هم همین شکلی شکار میکنن. درست کوپرا. بعد این گلشه که الان اینجا، این هلیوم فورا هم دو قسمت برای گردافشانیشون رو توی خود گل دارن. من در مورد هلیوم فورا میخوام صحبت کنم، بعد میام نپتس و سفالتوس. اول میام سفالتوس بعد میام نپتس. هلیوم فورا رو تموم کنیم بعد دونه دونه عوض میکنم. ببخشید آقای رفاجی شرمنده، لحظه میونه کلامتون. به خاطر مشکلات اینترنتی که الان به وجود اومده، شرمنده یه کمی آرومتر بگید که اگه صدا هم خواست با لگ بیاد مخفف شد مشخص باشه چه چیزی هست، چون اینترنت وقتی ضعیف شه یه حالت بریده بریده صدایی درست میشه و اگه سریع صحبت کنید فکر نکنم زیاد خوب بیاد. حالا شانس ما با پرندگی بله. آره این الان نحوه شکار کردن اینا رو متوجه شدید که آب رودخونه میاد بالا میره داخل آب، بعد حشره ها که می رفتن توی این آب که میره پایین توی کوزه ها می مونن. درست به این شکله. بله نحوه که نورشو گفتن، نور زیاد دوست دارن اینا، شرایط خونک یعنی دمای مثلا روز 25 شب 15 درجه براشون مناسبه. آب سرد برای آبیاریشون باید آب سرد باشه، چون همون شبیه‌ساز رودخونه است براشون که آب میاد داخل این کوزه ها بعد میدید داخل بسته. درست. سوالی که اینجا پیش میاد اینه، ببخشید، این آبی که اینا جمع آوری کنن آب معطر همین باران ها و همین آبی که از اون آبشار میاد پایین، حالت میست، حالت ابر بخاری میشینه در داخل کوزه ها جمع آوری میشه، آیا خود گیاه هم چیزی ترشح میکنه برای تجزیه کردن اجزاد شکارهایی که انجام داده؟ به اون شکلی که آنزیم باشه نه نداره هلیوم فورا، ولی خود حشره وقتی که بمونه توی یه محیطی تجزیه میشه دیگه، خود بالاخره قارچ و کلی باکتری و اون تو منطقه هست به محل هست اونو تجزیه میکنه. پس خود گیاه آنزیم پس خود گیاه آنزیمی ترشح نمی کنه و با کمک قارچ ها و باکتری هایی که توی محیط هست وقتی که خودمون حشره یا خودمون تومهی که شکار شده با همون اونو کلن تجزیه میشه و گیاه هم
با همون سیستم آب اون نیتروژن و مواد لازمی که به خاطر غنی نبودن خاکشون نیاز داره از طریق همون تومه جلب. بله. بعد این هلیوم فلوراید یه چیز خیلی جالبی داره روی گلشه. گلش خیلی سیستم گرفشانی پیچیده‌ای داره. طبعا میشه گفتش که اگه یه گیاه داشته باشید با این که هم قسمت مادگی و هم قسمت گلو داره ولی با یه گیاه نمیتونید گرفشانیش انجام بدید. کار خیلی سختیه و کلن الان گلش خوش شده طبعا الان نمیتونم بهتون طبعا اصلا کلن تصویر نداریم که بهتونشون بدم تصویر که مدام در حال چند شد. بله فکر کنم همین گیاهان مانند ستارگان دریایی یا مانند پوسکا همین حالت رو دارن که هم نر هستن هم ماده اما نمیتونن تولید جنس کنن تولید نسل کنن که گیاهی مثل خودشون به وجود بیان با وجود یک گیاه باید حتما دو گیاه باشه. بله دقیقا نمیشه بخواد دلیل هم داره به خاطر اینکه وقتی که گرده گل اول هست مادگی گل اول آماده گرفتن گرده نیست. اوه. وقتی هم که گل دوم مادگیش آماده است گرده اولی دیگه کاربرد نداره. درست متوجه. بله اصلا از لحاظ تایمینگ مشکل هستیم ما به یه زمانمندیشو یه جور درست فقط با یک گیاه دیگه ای گرفشانی کنه. اینم دلیلش اینه که اگه با گیاه دیگه ای گرفشانی کنه هم باعث افزایش قوت سیستم ایمنی گیاه میشه و تو نسلهای بعدی خیلی تاثیر میذاره. اگه گیاه فقط با خودش گرفشانی کنه ضعیف میشه تو همه گیاه هست. بله تو اکثر گیاهان دیگه هم همینطوری هست. اگه گیاهان مدام با یک نوع واریته گرفشانی بشن و بازگیری بشه نسل‌های بعدی ضعیف‌تر میشه و رو به افول میره و کلا نسل جالبی نمیشه. بخاطر همین کلا هیبریدیشون میکنن که قدرتمندتر و زیباتر بشه. بله دقیقا به این شکله. حالا یه چیز دیگه جالبی که داره هلیوم فلوراید گلش اینه که فقط با صدای بال زنبور گردش آزاد میکنه. یعنی اینکه اگه شما حتی با قسمت های با یه گوشکوب مثلا حتی گل رو بکوبید نمیتونید گردش آزاد کنید. یعنی به هیچ شکل نمیشه گردش آزاد کرد. فقط با صدای بال زنبور توی محیط گل خونه جاهای بستم با یه وسیله به اسم دیاپازون. دیاپازون یه فرکانس خیلی خاصی درست میکنه معمولا 400 هرتز. اونو وقتی که میزنه یه صدای بال زنبور میزنه. من دیاپازون آوردم ببین یه صدای بله من ببخشید این موقع یه توضیح بدم چون تصویر شما نیست. این وسیله که آقای وفاجو میگن معمولا توی آزمایشگاه دیدیدشون یه مثلثی هست فلزیه و یه حالتی داره که یکی از دلها باز وقتی این رو به صدا در میاد یه صدای کلندی صدای جالبی در میاد ازش و آقای وفاجو میگن که در این زمینه بسیار کمک میکنه. ببخشید من این توضیحات علاقی دادم چون تصویر مشخص نیست دوستان متوجه منظور من بشن. بله کلا هلیوم فلوراید اصلا سیستم من که تا حالا نتونستم یه چون معمولا برای من فقط یه گلدون گل داده تا حالا نتونستم گرفشانی موفق ادامه داشته باشن. فقط یه کار میشه کرد که اینو به نظرم موفق باشه این که گرده یه گلو ذخیره کنیم میشه توی یخچال ذخیره کرد بعد گل دیگه ای که داد از اون گرده استفاده کنیم برای اونیکی گیاه. اینجوری میتونیم گرفشانی انجام معمولا 3 ماه میتونه توی یخچال گرده یه گل رو نگه داریم. تقریبا در چه دمایی ببخشید تقریبا در چه دمایی این گرده رو دمون میارن که برای برگیری بعدی آماده باشه مثلا دماش 20 درجه صفر نمیره. بله مثلا 1-2 دمای یخ 4-5 درجه یخ 4-5 درجه سانتیگراد بسیار
صداتون یه کمی لحظه ضعیف شد. یه کار دیگه هم برای زیاد کردن هیام خورو میشه انجام داد، اونم به صورت تقسیمه. شما این گیاه ها اگه وردارید تقسیم کنید میتونید که گیاه رو زیاد کنید، ولی خب این باعث ضعیف شدن خود گیاه اصلی میشه. با اینکه شاید بگید که نه مثلا جدا تری هیچ مشکلی نداره، ولی باعث ضعیف شدن گیاه اصلی میشه و گیاه حتما عقب میندازه این اتفاق. ببخشید فکر کنم دوباره بارندگی ها شروع شده هم به خاطر همین سرعت اینترنت از هر دو طرف ما فکر کنم مشکلاتی رو داره و ما تصویر شما رو کلا با لگ بسیار زیاد داریم و ولی صداتون هم کلا قطع شده. اگه الان صدامون رو دارید شما یه صحبتی کنید ببینید صداتون رو میتونید دریافت کنید مجددا. ببخشید یعنی قطع کنم دوباره؟ آها نه درست شد صداتون اومد. آره من در صداتون صدا هستش دیگه. برای نکات هلیوم فور اگر هم میخواید مثلا توش موفق باشید یه نور خیلی خوبی میخواد. طبعا تو همه حشره خورا هلیوم فور بیشتر این نور رو میخواد. اصلا یه اسم دیگهش به اسم سان پیچره که یا خورشید میشه، برای همین نور خیلی زیادی میخواد، حدود 20,000 لوکس نور میخواد. و دم افت دمام برای هلیوم فور خیلی مهمه، چون تو ارتفاع معمولا 2000 تو ارتفاع حدود 2000 متریه نزدیک آبشار آنجله، برای همین افت دمام نیاز داره. اگه بخواید خیلی حالت خوبی اینو بتونید گیاهو نگهداری دارید. بعد حالا از هلیوم فور میریم سراغ استفالتوس. هم من یه توضیح بدم نمیدونم حالا معلومه یا نه، جناب آقای من کامنت ها رو روشن میکنم و بعدش آخر سر سوالاتی که دوستان پرسیدن رو بعد از اینکه این مبحث رو کلن خاتمه دارید سوالاتشون رو جواب بدم. فکر کنم سوالات اینترنت خیلی بهتر شد چون یک کمی تصویرتون رو تغییر به خودش دادم. من کامنت ها رو روشن کنم و از دوستان بپرسیم که دوستان اینترنت به چه صورت هست. خب من در مورد چیز صحبت بکنم سفالتوس؟ بله بفهمید ببخش. بله سفالتوس مال استرالیا است. بعد این توی منطقه مثلا شنین زندگی میکنه نزدیک های ساحله بیشتر. باز این هم هوا میشه گفت نور خیلی خوبی میخواد، روزه 15,000 لوکس. بعد توی سفالتوس یه نکته خیلی مهمیه که بخواید اگه توش نگهداری کنید برای آبدهیشه. اگه این بسترش دائم خیس باشه باعث پوسیدگی ریشه میشه خیلی سریع. یعنی شما اگه دائم بستر این خیس باشه بعد اگه این بسترش دائم خیس باشه باعث پوسیدگی ریشه میشه و سریع از بین گیاهتون میره. یعنی یه حداقلش اینه که یه سفک شاید 2 سال اتفاق بیفته، یعنی گیاهتون برمیگرده عقب، همه چیشو از دست میده و خیلی عقب میفته دیگه. پس تو آبیاری سفالتوس خیلی دقت کنید، حتما بستر باید به خشکی بره. و یه نکته هم هستش تو سفالتوس اینه که جالبه اینه که 2 نوع برگ داره. یعنی نکنید شما همه گیاه ها معمولا یه برگ داره، ولی سفالتوس 2 نوع برگ داره. نه نه معلومه، یکیش برگش به شکل کوزه است، میبینید یه برگ به شکل کوزه است، یه برگ به شکل برگ عادیه. میبینید اینا معلومه یا نه؟ بله مشخصه. الان دارم میبینم. طبعا میشه گفت اکثر گیاه فقط 1 نوع برگ دارن، ولی این 2 نوع برگ داره. بعد یه برای همون مطلب قبلی که گفتم آبیاری، شما میتونید یه کاری کنید که گیاهتون هیچ وقت دوتار پوسیدگی ریشه نشه. چیکار کنید؟ فقط کافیه اینو تو پردیت بکارید، یعنی کل گیاه شما تو پردیت میکارید. خب بعد 2 سانتی آخره دقیقا اینجا همیشه باید آب باشه، یعنی 2 سانت پایین گلدون باید همیشه آب باشه، بالا هم کلا پردیت. این پردیت نیست، این خاک پیته، ولی من الان سفالتوس پایینم که بالا بود هم پوسیدگی ریشه اتفاق افتاد.
الان توی پلیت کاشتم خیلی 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 خوب داره روش میکنه. پس 2 سانتا پایین آب باشه همیشه. بعد الان دارم پنج در مورد بستر استفاتوس میگم دیگه. تو پلیت بکنی 2 سانتا پایین آب باشه. یادتون خیلی 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 خوب روش میکنه. بعد برای زیاد کردن استفاتوس هم دو تا کار میشه کرد. 3 تا کار دیگه در حقیقت. یکی از طریق بذره. باز شما اگه اینو تقسیم بکنید بعض دکینگ گل دکینگ یا عقب میفته، ولی گل بعض گرفتن استفایتوس خیلی خیلی راحت تر از هلیوم فراست، یعنی اون داستانای زمان بندی و اینا رو دیگه نداره. درست. من بستر رو توضیح دادم، بازم توضیح بدم چون نوشتن. آره بعضی از دوستان دوباره سوال میپرسن. دوستان ما این لایو رو سیوش میکنیم و دوباره ببینید لایو رو، چون همین الان آقای بفوجی توضیح دادن در مورد اینکه پلیت بذارن رو چپون کرد تا اندازه 2 سانتی‌متر. درست آقای بفوجی، آب باشه تهش به خاطر اینکه شرایط حالت ساحلی که توی استرالیا هست یا حس کنه توی استرالیا توی اون سواحل هستش که رشد کنه. شن برش استفاده کرد، حتی شن من تالشم استفاده نکردم، ولی پرلیت خیلی خوب جواب دادم. خاطر پیت با پرلیت هم خیلی خوب بوده، با نسبت نصف به نصف، یعنی نصفش پرلیت نصفش هم خاطر پیت. بعد برای زیاد کردن استفالتوس هم شما میتونید خیلی راحت یک از این برگای عادی رو جدا کنید، داخل پرلیت یا خاطر پیت بکارید. این بعد از یه مدت شروع میکنه به دادن و کوزه دادن، معمولا 3 تا 4 ماه زمان میبره یا تقسیمش کنید. ولی دوباره تقسیم کردن یک گیاه باعث میشه که دوباره زمان گلدهی گیاه بره بالا عقب. و هلیوم فورا من یه نکته نگفتم، این خواب زمستونی نیاز نداره هلیوم فورا، ولی استفالتوس یه خواب زمستونی ضعیف نیاز داره. در حد مثلا دما بیاد 5 درجه حدود یک ماه خیلی کمکش میکنه برای گلدهی. بله بستر پرلیت خیلی خیلی بهتر از پیت ماسه. شما خیلی بستر خیلی هم ارزونیه، خیلی هم راحت میتونید نگهداری کنید. یه دوستی هست توی ویتنام اصلا کل سفالتوساشو توی همین پرلیت قرار میده نگهداری میکنه. خیلی بعد دیگه نکته نداره نور. آها بعد یه چیزی هم بگم در مورد سفالتوس، اگه بخواید بفهمید که نور خوبی داره گیاهتون یا نه، باید ببینید که کدوم از این دو تا برگ رو تولید میکنه. الان اول گفتم که این دو نوع برگ تولید میکنه، یه برگ عادی که مثل شکلهای برگهای عادیه، یه دیگه به شکل کوزه است. اگه میبینید یادتون داره برگ عادی تولید میکنه، یعنی نورش کمه، باید خیلی نسبتش کم باشه. در اول میشه گفت مثلا 10 تا دونه کوزه درست کنه، یه دونه مثلا برگ عادی باید داشته باشه. هم حالت رشد علفی رنگش هم میگم مثل هم حالت رشد علفی واسه گیاهان معمولی. هر وقت کوزاش کم شدن صدامو دارید؟ بله من صدای شما دارم. بله همون توضیح شما. یکی از دوستان ببخشید میون کلامتون، خیلی دارن در مورد نقطه خرید سوال میپرسن. دوست عزیز همونطور که گفتم کامنت ها رو بستم یه لحظه، گفتم که سوالاتتون رو اونجا بذارید، ما آخر لایو که لایو تموم شد بحث اصلیمون اون سوالات شما رو دوباره میاریم بالا و میگیم بهتون. فقط الان در مورد گیاهان الان توضیح میده کامل و بعد از این توضیحات سوالاتتون رو خیالتون راحت تو همون کوئسچن باکس مونده و میاریمشون بالا و ایشون جواب سن رو میده. بفرمایید ببخشید. سفالتوس گفتن خواب زمینی حتما باید ببریم؟ نه نیاز نداره، ولی اگه میخواید گل بگیرید ازش خیلی بهتره که شما به خواب زمستونی ببرید، خیلی هم تاثیر داره. کلا نگاه کنید شاید بگید که مثلا گیاه 3 ماه تو خواب زمستونی از بین میره، ولی واقعا تو اون زمان میتونید میشه گفتش که اگه ونوس دقت بکنید میبینید تو همون موقع زمستون سیستم ریشهش خیلی خیلی قوی میشه، پیازش خیلی خیلی قوی میشه. تو سفالتوس هم همینه، وقتی گیاه به خواب میره انرژیشو ذخیره میکنه برای بهار که بتونه گل بده، بتونه رشد بشه. استفالتوس رو توی یخچال اصلا نذارید، خطرناکه. شما بذارید نزدیک پنجره سرد بهترین جای براش، نزدیک پنجره سرد بذارید 1 ماه خیلی خوبه. و
مثلا 52 درجه نباشه، یک کمی هوا سرد باشه براش کاملا کافیه. فقط مواظب باشید رطوبتش هم تامین کنید. سفالتوس مثل ونوس نیستش که بگید شما رطوبت نیاز نداره. ونوس میره دما زیر صفر یا نزدیک صفر. برای اون اگه شما ببرید دما رو رطوبت زیاد کنید، با چون توی گلدون نگهداری میکنید، ریشه یخ میزنه، احتمال اینکه گیاه از دست بدید خیلی زیاده. پس این حالا نکتهش حالا تو خواب زمستونی من نمیخوام الان خیلی واردش بشم چون هر گیاهی فرق میکنه. حالا سوالی دارید آخر من میتونم بهتون دونه دونه خوابای زمستونی رو بگم که چجوری انجام بدید که بهترین حالت ممکن بشه. الان توضیحاتتون راجع به این توضیحاتی که خواستید بدید در مورد سفالتوس و نحوه نگهداریش اینا تمام شد که بریم سراغ سوالات، چون خیلی یکی از این دوستا خیلی سوال میپرسه راجع به مسئله ای که ذهنشون رو درگیر کرده. هر وقت تمام شد شما بفرمایید. بله الان بیاید. بله اینا آقای برخواجی چطوری؟ تو دایرکت نمیشه؟ این رو گفتم خزه توی تلگرام پیام بدید به خواهرم راهنماییتون میکنه. بریم سراغ باکس بعدی. ببخشید دوباره خودشونن و یک دو یکی از دوستان پرسیدن که بپرسید اصلا هایبرید چی؟ دو تا گونه گیاهی رو با هم دیگه گرافشانی کنید و یه گیاه جدید درست بکنید که توی طبیعت هم نباشه. خب نگاه کنید وقتی که گیاه ها علاوه گونه ای به صورت ژنتیکی گیاهشناسا بررسی میکنن که میگن آقا این گیاه گونه است. خب اگه مثلا دو تا گیاه مختلف با هم گرافشانی بکنن شما میتونید یه هایبرید بسازید و میبینید که ژنتیک اون دو تا گیاه مادر تو اون گیاه هست. خب الان مثلا توی نپندزا این خیلی اتفاق میفته که خیلی‌ها میگن که مثلا هایبرید یا مثلا گونه است، یعنی همین الان این بحثا هست توی نپندزا. حالا مثلا این نپندزا اسمش نپندز راب کنتلیه. یه فردی به اسم رابرت کنتلی اینو کشفش کرده، خیلی هم کمیابه. مثلا تا قبل از این فکر میکردن این یه گونه است، ولی الان جدیدن متوجه شدن که مثلا این با یه از ترکیب دوتا گیاه دیگه است، سانتفاتا و نبرلیوم، که فهمیدن یه هایبریده. الان میشه گفت هایبرید طبیعی. بعد هایبرید دو نوع است، هایبرید طبیعی داریم، هایبریدی که توسط انسان هم درست بشه هست. هایبریدهای طبیعی ارزش بالاتری دارن نسبت به هایبریدهایی که توسط انسان درست بشه. حالا هایبرید متوجه شد یا بازم ادامه بدم؟ بله هایبرید داخل اطلسی ها هم هست، داخل شمدونی ها هست، داخل خیلی از گیاهان هست که کلن انسان ها به صورت مصنوعی دو تا از واریته ها رو میارن با هم دیگه ترکیب میکنن. مثلا در استرپتوکارپوس ها همون پامچال های دروغین نوعی از بنفشه های آفریقایی هستن. داخل اونها هم هست که خود انسان ها دو نوع واریته های استرپتو رو ترکیب میکنن و نوع جدید به دست میارن. کلن هایبرید یا هایبریدی کلن به معنای ترکیبی از دو نوع مختلف که نتیجهش میشه یک نوع جدید، که این کار هم تقریبا میشه گفت کاملا مصنوعیه و فقط منبعش طبیعی هم. درسته. بعد حالا میریم وارد نپنتسا میشیم. نپنتسا بالاترین تنوع تو حشره‌کارا دارن و میشه گفتش که تو دنیا این کسایی که به صورت حرفه‌ای گیاهای گوشتخوار نگه میدارن بیشتر روی نپنتسه. نپنتس میشه گفت اول دوم هلیوم فروم. نپنتس ها بر اساس ارتفاع تقسیم بندی میشه. چقدر ارتفاع از سطح دریا بره بالا هم نگهداریشون سخت میشه و کاملا متفاوته. اگه بخوایم به سه دسته تقسیمشون بکنیم علاوه ارتفاعی، یکی لالندان، یکی دسته اینترمیدیت هم که حالت وسط جن،
یکم دسته هایلندا. توی هایلندا. ایران بیشتر گیاهای هایبریدن که میشه مثلا تو قسمت اینترمدیت حسابشون کرد یا لالندن. یعنی تعداد هایلندا خیلی خیلی کمه. مثلا کلا شرایط نگهداری هایلندا فهم. حالا من از لالند شروع میکنم تا برسیم به هایلندا. علاوه تنوع گونه ای حساب کنیم لالندا خیلی تعداد زیادی ندارن. حدود 30 تا 35 تا حدودا میشه گفتش که گونه لالند داریم تو دنیا. بقیه‌شون میشه گفت هایبریدن. الان من این گلخونه من شرایط متوسطه، یعنی همون اینترمدیت، هن هایلندن نیست. برای همین من اینجا لالند ندارم. یه دونه بیشتر ندارم که اینم یکم شاید سختی داره که بکنم رافلنسنیاس. این گونه است. حالا نه معلومه نه. لالندا تبری ندارم متاسفانه. معلومه؟ نه تصویری ندارم الان. صداتون رو دارم ولی خب سر تصویر آخر که خواستید گلدون رو بردارید گیر کردید یه لحظه. بله حالا تو نگه دارید. بعد لالندا نکنید هر چقدر شما به سطح دریا اینا چون توی جنوب شرقی آسیا، جنوب شرقی آسیا رطوبت خیلی بالایی داره. خب کلا دور تا دور اقیانوسه و ارتفاع چون پایینه اختلاف بین روز و شب کمه. مثلا شما تو لالندا 5 درجه نهایتاً 7 8 درجه اختلاف دمای روز و شب دارید و این گیاه‌ها اصلا چون نزدیک دریان اختلاف دما براشون مهم نیست. شرایط گرم‌تری رو می‌پذیرن. لالندا مثلا تا دمای 35 درجه میتونن راحت تحمل کنن. دمای بین 25 تا 35 کمش دیگه نهایتاً تا 22 بیشتر نمیاد نزدیک اقیانوس پایین. پایین نمیاد. برای همین رطوبت خیلی هم بالایی دارن. رطوبت بالایی دارن چون نزدیک اقیانوسن و دمای گرم دوست دارن. یا حالت کیش شما میتونید خیلی راحت نپندید لالند نگرده کیشش هم نمیشه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. پس لالنده به این شکل هرچم گرمتر کنید سرعت رشدشون بیشتر میشه. برای بسترشون بهترین بستر کلا برای نپنتز اسفگنوم. خزه اسفگنوم بهترین بسترشون. میتونید با پرلیت یا بارک قاطی کنید. برای لالندا سعی کنید بیشتر پرلیت با خزه باشه. حالا اونم توضیح میدم باید بتونید. حالا یه چیز نکته ای از توی نپنتزا، حالا نمیم کسی بتونه جواب درست بده یا نه. نپنتزا معمولا تو جنگل روش میکنن. خاک جنگل خاک معمولا اکثر جاش قویه ولی باز اینا رو به حشره آوردن. دلیلش حالا نمیدونم میتونی جواب بدید یا نه. حالا میخوام جواب بدم بهتر. سلام مقام. دلیلش اینه که اینا روی ریشه هاشون چون ضعیفه. خب شما نگاه تو جنگل اگه دقت کنید گیاهای کوچیک کمن. این روی سطح خاک ضعیفیه. رو سطح خاک ضعیفیه ولی توی قوم مثلا بریم اینا نقاط پایین اینا هستن. اینا پایین درخت ها بیشتر زندگی میکنن. یعنی یه جورایی به عبارت اینه ایپیفایتن. خب رو بستر درخت روش میکنن. لالندا معمولا کمتر ایپیفایتن. یعنی میشه گفت مثلا نصف کمترشون ایپیفایتن ولی هایلندا اکثرا ایپیفایتن. حالا ایپیفایتا مثلا ارکیدا ایپیفایتن دیگه، روی تنه درخت رشد میکنن. اونا بله. چون با قارچه هم زیستی دارن میتونن مواد معدنی رو با همون قارچه تامین کنن. مواد نیتروژنی که نیاز دارن با همون قارچه تامین میکنن. ولی درسته اینم پسششاشون خیلی بهتره. ولی نپنتسا اومدن یه کار دیگه کردن. شاید بشه گفتش که تکاملشون تو ریشهشون قوی تر یا سیستم جذب نیتروژنشون قوی تر از ارکیده ها. اونا حالا میگیم با خارچه ها بوده اونا هم بطور یه جوری جالبه. ولی خب اینا مثلا دیگه کلن اون مستقیم از حشره تغذیه میکنن. خب خیلی نسبت نیتروژنی که توی حشره هستش واقعا بالا. یعنی شما یه گیاه یه دونه حشره بخوره تا یک ماه براش کافیه. یعنی هیچ نیاز نداره به کودو یا مثلا هر چیز دیگه ای. خب لالندا رو گفتم تعریف دارن. توی ایران هم راحت‌تر نگهداریشون چون شرایط ایران گرم و خشک. شما فقط با یه رطوبت‌ساز میتونید خیلی راحت
نپنسای لالند نگرده. گونه های اینترمیدیت هم بازم راحت هم. اونو دمای مثلا 27 تا 18 درجه رو خیلی دوست داره. اینجا دما تقریبا میشه گفت تو دابستون 27-18 گلخونه با پشت بوم. اینترمیدیت ها باز راحت تر از میشه گفت حتی لالند ها علاوه نگهده شد. تو ارتفاع تقریبا میشه گفت 1500 تو این رنج ارتفاع بیشتر زندگی میکنن. هایبرید ها هم توی اگه تقسیم بندی بخوایم بکنیم همه توی دسته بندی اینترمیدیت هست. یعنی هم میتونن توی شرط متوسط هم 27 تا 18. الان اینجا اکثرا هایبریده. این هم مثلا این هایبرید دو تا گیاه هایلنده ولی توی شرط اینترمیدیت خیلی خوب میمونه. جفت گیاه های مادری این هایلنده خیلی سخته، حتی یکیش خیلی سخت. توی خونه اگه شما رطوبت ساز ندارید اصلا گیاهای خوبی نیستن. یعنی شما نپنتس یکی از دلایلی که توی خونه کوزه نمیده به خاطر اینه که رطوبت کمه. مثلا میگن که چرا من نپنتسم کوزه نمیده. رطوبت یکی از عوامل مهمه برای کوزه دادنه. الان نحوه تغذیه من توضیح میدم برای نپنتس. بعد یکی از سوالان قبل از اینکه خواستید توضیح بدید سوالات دوستان رو تو این بارسه میاریم بالا، بعدش سوالات دوستان رو توضیح بدید که بعد همین نفنسا توضیح بدم. با اینکه دو تا یه هایلند مادر یعنی والدین اینن ولی خیلی راحت حتی تو شرط لالند هم این گیاه میمونه. هایبریدا خیلی مقاومن، خیلی مقاومن. یعنی حتی میگه هایبریدا رو میتونی شما تو سه تا دسته حتی میتونی نگه داری، اینقدر مقاومت. از اینترمیدیت مثلا یه اینترمیدیت یا هایبرید خیلی قشنگ بتونشون میدم. یه هایبرید اینم دوباره دو تا گیاه هایلنده پوستگاه با راکنتلیه کلان گونه شو من چند دقیقه پیش آوردم نمایش دادم. خیلی روش کندی داره، خیلی کنده. این طبعا میشه گفت من طبعا بوده 4 ساله که به این گیاه همه ولی مثلا اینقدر فایدهشو کلا. ببخشید ما تصویرتون رو مشکل داریم، یک بار حواسم نبود یه کلیدی زدم فکرم رفرش بود تا زدم کلا تصویر رو گردوند. الان من چیکار کنم دوباره انجام کنم؟ هم تصویر من مشکل داره هم تصویر شما. بده من نمی‌دونم تصویرم چطوریه. من فکر کنم تصویر شما تصویر من مشکل داره، من نمیدونم. یکی از دوستانم میگن پین سوال مونده. نه من پین سوال رو همون موقع که جواب دادیم دیگه حذفش کردم، واسه کنم به خاطر مشکلات اینترنتی هست که متاسفانه وجود اومده. الان خودم اینترنت شانس ما امروز یه دفعه به خاطر اینکه بارندگی ها شروع شدن کلاً باعث شد که ضعیف بشه. تصویرمون خوبه، خب خدا رو شکر که واسه فاکتورا خوبه، ولی خب برای خودمون فکر کنم هم از سمت شما تصویر من خوب نباشه، برای من از سمت شما تصویر متأسفانه هی رفرش میکنه. خب حالا من توضیح میدم حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. پس شرط اینترمدیت هم اینجوریه، ولی حالا اصل تنوع نپنتسا تو نپنتسا هایلنده. یعنی از اون 178 تا اگه بخوایم استاپ کنیم شاید بگم 100 تا هایلنده. هایلنده توی ایران یک کمی سخت نگهداریشون چون معمولا دمای شب خیلی پایین نیاز دارن. یعنی چون یه سریشون تو ارتفاع تموم کنه تو ارتفاع 3000 متری، یعنی دمای تا شب 4 درجه برای گیاهی که استواییه میتونه تحمل کنه به راحتی. یعنی این گیاه شما میتونید حتی تو یخچال نگه دارید. من نمیتونم بیارمش بالا چون بیرون هوا زیر صفره، میتونه به شوک وارد کنم و همون باعث خرابیش بشه. هایلندا نیاز دارن چون ناکنید الان اومدیم رو ارتفاعات بالای 2000 متر، چون میاد بالا علاوه نوری میشه گفت نور بیشتری میتونن تحمل کنن و یه نکته ای هم هستش تو نورشون که یووی بیشتری نیاز دارن چون به خورشید نزدیکترن. درخت ها معمولا کوتاه‌ترن. روی این استاپ روی اگه میخواید با نور مصنوعی گیاه هایلند نگهداری سعی کنید یه دونه نور با یووی قرار براشون بذارید. یه دونه یووی برای 150 وات کافیه.
و بحث دمایی هایلند رو سعی کنید دما بالای 25 درجه نره، دمای شبش هم 15 درجه یا 10 درجه همیشه افت دما داشته باشه، یعنی دمای روز اگه میانگین 24 درجه یه دمای شب 14 درجه برای اونا نیاز دارید. بعد نورم گفتم بسترشون هم بسترشون این هایلند بیشتر ای پی فایتن، شما میتونید نسبتش بکنید و پرلیت با خزه قاطی کنید استفاده کنید برای هایلند ها. دوستان من با سه سوال رو برداشتم، من فکر کنم بخاطر مشکلات اینترنتی که به وجود اومده این مونده، من برداشتمش، من خیلی وقت برش داشتم با سه سوالات رو. من خودم میخوام یه سوالی راجع به همین هایلند ها بپرسم. سری قبلی لایک گذاشته بودیم با اگه بودید تو کنم دیدید، یکی از دوستان در مورد هایلند ها خیلی سوال پرسید که چطور از طریق نگه داشت، بعد ایشون جواب گفتن که هایلند ها نیاز به درجه دمای 55 درجه فارنهایت تا 85 درجه فارنهایت باشه و 80 درصد هم رطوبت داشته باشه و این وقتی شب میشه یکی از دوستان گفتن لایو رو قطع کنیم دوباره شروع کنیم. به نظرتون جواب میده؟ دوستان اگه جواب میده این کار توی کامنت ها بهمون بگی تا بدیم این چیکار کنیم، چون ما قبل از این تست کردیم و مشکل نبود. قطع کنیم من دوباره جواب میشم. من کلا این لایو رو حالا فکر کنم اگه قطعش کنم دوباره راستش کنم خوب شد، حالا اینو سیو میکنم ولی خب شیرش نمیکنم تا ببینید چی میشه. فعلا بریم گیم تا ببینیم درست میشه. حالا من انتظار ادامه بدم یا قطع میکنیم؟ فعلا قطعش میکنیم که بعدش درست شن، حالا ببینید چی میشه. من باست سوال رو پاک کردم دوستان، فکر کنم خاطر مشکلات اینترنت هست. حالا ما قطعش کنیم بعد دوباره میایم بالا تا ببینید چی میشه. باش اگه دکمه سیف براتون اومد سیف کنید. آره اگه دکمه سیف براتون اومد سیف کنید، حواستون باشه که اگه اومد براتون سیف کنید. من خودم حواستم هست اگه اومد سیف. پس الان قطع میکنید درسته؟ بله بله قطع میکنید دوباره میایم بالا. من برم یه شارژر بیارم. خب دوستان خسته نباشید، الان اومدین تو پارت دوم لایف، امیدوارم که مشکلی نداشته باشه فعلا و سرعتمون خوب باشه، هماهنگی های صدا و تصویر خوب باشه، دیگه مشکلات نباشن. حالا منتظر میمونیم که شما هم بیاید بالا، خود آقای وفاجو هم بیاد بالا، بقیه دوستان هم بیان تا ببینیم اگه مشکلی هست که دیگه سر میکنیم ادامه میدیم و دوتا لایو رو به هم میچسبونم و در قالب یک آی جی تی وی براتون میذارمش و الان گذاشتم که شیر بشه، سیف شده، خیالتون راحت. سری قبلی من گفتم که سیف بشه ولی خب نشد به خاطر اپدیت اینستاگرام که اومد بالا، یه باگی اومد بالا یه دفعه لایف قبلی کلن سیف نشد. حالا این یکی من سیف کردم داره رو آی جی تی وی میره بالا، اگه خواستید من این دوتا رو یکی میکنم بعد در قالب یک ویدیو میذارم براتون همونجا. الان منتظر میشه تا آقای وفاجو بیاد، امیدوارم که نتشون هم خوب باشه و وقتی که به صورت دو نفر رفتیم بالا مشکل نباشه. به خاطر قطعی که به وجود اومد واقعا شرمندم، ببخشید. الان منتظریم که آقای وفاجو بیاد بالا. خیلی ممنونم که دوباره پیگیری کردید و اومدید توی لایف، واقعا ممنونم. الان صبر میکنید تا آقای وفاجو بیان بالا، من یه گلوی تازه کنم، ببخشید. خب آقای وفاجو اومدن بالا، من یه اینوایت رو فرستم براش. خب هم صدا هم تصویر عالی، خدا رو شد. صدا رو ندارید ولوم رو بدید بالا، بعضی اوقات اینطوری میشه اینستا، اگه ولوم رو ندید بالا کلا قطع میکنه.
سلام، امیدوارم خسته نباشید. ببخشید که قطعی ایجاد شد، امیدوارم که صدا و تصویر برای شما باشه. ادامه بدیم برای لپنتسو. سعی کنید کوتاه‌تر بگید، چون لایو قبلی تقریبا 54 دقیقه شد و فکر کنم در آی جی تی وی نشه بیشتر از یک ساعت شیر کرد و دوتا رو دانلود میکنم و دوتا رو میک میکنم، یکی میکنم و دوباره میذارم توی شارژر. خب دوستان، کسانی که سوال داشتن سوالاتشون رو نتونستین جواب پیش نمی کنم، چون من یادم رفت شرمنده، توی question box یا توی comment ها بذارید تا ایشون رو هم ببینم خودشون جواب بدن. منتظر پاسخ از سمت شما هستم آقای وفاجو. فکر کنم اینترنت آقای وفاجو دوباره مشکل ایجاد شد براشون، چون خیلی رفرش میشد الان. من کاری نکردم، من لایوشون رو اگزایت نکردم، خودشون فکر کنم خارج شدن به خاطر مشکلات اینترنتی که داشتم. الان منتظر میشیم دوباره بیام بالا و بعد از اینکه درخواست دادن میاریمشون بالا تا ببینیم چی میشه. حالا دوستان، کلن چیزایی که در این لایو یاد گرفتیم این بود که نپنتسا آدم درخواست آقای وفاجو رو پذیرفتیم تا خودشون ادامه مبحث نپنتس های هایلند رو توضیح بدن. بله، بسیار عالی، الان صدا تاثیر بهتری دارم ازت. از نپنتس های هایلند رو توی ایران کمی سخت نگه داشتیم، مخصوصا توی تابستون. حالا ادامه بدم، من الان این رو میتونم. سعی کنید مبحث رو خیلی کوتاهش کنیم که مثلا اگه چیز می‌خواستیم اینها رو مرجشون کنیم مشکلی نباشه، بالای یک ساعت نشه که دوستان هم می‌خواستن برن لایو رو ببینن مشکل نداشته باشه، چون فکر کنم پارتای طولانی بشه و گذاشتنش رو آی جی تی وی کمی سخت بشه. مشکل نداره. حالا سوال، اگه سوال هست می‌خوام جواب بدم. چشم، سوالی که از دوستان الان دریافت شد، گفتن که تفاوت کلونی ها چیه؟ اگه من اشتباه نمی خونم کلونی کلونی ها را بله. خب خیلی مهمه کلون، مخصوصا حالا توی هر کدوم از این گیاه ها، مخصوصا نپنتسا، تولید کننده خیلی مهمه. چرا؟ چون اون گرده ای که استفاده کردن، اون گیاه هایی که استفاده کردن برای تولید بعد، اگه مثلا کوزه بزرگتری بود داشتن، بالاخره انسان هم قدشون کوتاه بلند داره دیگه، این کوزه هم همین شکله. بعد اگه مثلا کوزه خوش رنگتری استفاده کردن، بزرگتری استفاده کردن برای تولید اون بذر و اون گیاه، خب ارزش اون گیاه بالاتره دیگه. پس این خودش اسم داره برای اون گیاه، متوجه؟ یعنی مثلا میگن این گیاه رو این فرد درست کرده، یعنی اون فرد امضاش همون گیاه. میتونه این کلون علاوه انسانی، اگه بخوایم حساب کنیم کلونا رو از مثل کمی باز کچیده را، ولی اگه از توسط شرکتی تولید بشه یه نوع کلون میشه. یه میتونیم تقسیم بندی کلون بگیم، در اصل اینجوری بگم بهتره. یعنی اگه بخوایم علاوه تقسیم بندی کلون بگیم که اسم شرکتی که بعد گیاه رو درست کرده خیلی مهمه، که مثلا تو دنیا ای پی خیلی معروفه، بهترین کلونی نپنتسا تو دنیا ای پی درست میکنه. الان این گیاه مال ای پیه. درست. پس کسانی که نپنتسای هایبرید رو به وجود میارن یک کلون متخصص به خودشون به نام خودشون دارن و بله، و اون نام ها اعتبار اون واریته ها، یعنی هر چقدر که این اعتبارش بالاتر باشه اون واریته های بهتر میده. ببخشید که صحبتتون رو قطع کردم، برین سراغ سوال بعدی، چون یکی از دوستان پرسیدن که میشه دو مدل میشه دو مدل گیاه گوشتخوار متفاوت رو هایبرید کرد، مثلا نپنس و ونوس رو میشه؟ هم چنین چیزی اصلا فکر نکنم بشه، من نمیدونم بخاطر گفته که میشه مثلا ونوس و نپنس رو با هم هایبرید کرد. من فکر کنم به خاطر تفاوت ژنتیکی که با هم دارن مسلما نشه، چون کلا یک راستای دیگه هست. مثلا مثل اینکه بیایم بگیم که بله، مثلا یه بوته رو بیایم به یه درخت بخوایم
کلا پیوند بزنی فکر نکنم همچین چیزی فعلا فرزانا بتونن. حالا شما توضیح خودتون رو بتونن کلون پس شده که توسط که بعدی که تولید میشه خیلی مهمه که چه نفندسه استفاده کرده حتی برای گونش چه برای هایبریدش. و یکی دیگه هم کلون تقسیم بندی میکنن به کوهه، به کوهستانی که هست این گیاه رو برداشتن، مثلا میان از مرود برداشتن یا از تراسماندی برداشتن، از کینابالو برداشتن. اینا هم تقسیم بندی علاوه به شرایطی که محیطی که دارن شکلاشون یکمی متفاوته. مثلا الان من ویچی 5 کلون مختلف دارم، کوه مرود یکیش مثلا مال سابالتی اگه اشتباه نکنم، مثلا منطقه یه سریشون مثلا ترکیب این دوتاست که اسم کلونشون میشه دیگه. کلون کلن یه امضاه میشه گفت، یه اسمه، پسوندشه. درست. بله ببخشید، یکی از دوستان دوباره همین سوال رو تکرار میکنم چون رفتیم دیگه تو بخش سوالات. گفتن که میشه ونوس حشره خوار رو با نپنسا کلا یه هایبرید یه ترکیب جدید در ورد به قول معروف میشه ترکیبی پرو دیگه بکنم انسان هم بخوره دیگه چیزی. بله سلام بعد شد کوشن رو پین میکنید الان اینجا نوشته خودتون بفرمایید بخونید. الان نه اصلا چون اصلا کلا اصلا علاوه جدی که اصلا به هم نمیخوره. ارکیدام بله بله. مثلا یه سریاشون میشه این کارو کرد با اینکه مثلا دو نزدیک 2-3 هزار گونه حداقل هستن، بیشترن بالای 10 هزار. درست. بعد در مورد ارکیده ها این چه میگن از دوران کلن دوران دایناسورها از انقراض اونها به بعد کلن نسلشون مونده این که میلیون ها سال قدمت دارم، این از یه راسته یا کلن شبهاتی هست که در این موضوع وجود داره؟ خب سوال دیگه هستش؟ الان این سوال رو پین کردم. من فکر کنم شما اصلا صدای من رو نمیتونید بگیرید چون به خاطر همین مشکل اینترنتی که داشتیم دوستان، چون لایو رو من استریم سیو کردم متوجه منظورم میشید. الان من این سوال رو پین کردم، شما بفرمایید. ببخشید. بله همون پیت ماسه. دوستان اگه سوال دیگه ای هست بفرمایید، ما سوالات رو بذاریم. من فکر کنم ارتباط صوتیم با آقای وفاجو خیلی ضعیف‌تر شده، اما من هم صوت هم تصویرشون رو خیلی بهتر دارم، اما خب بازم به همین صورت قبلی الان برگشته. اما خب اگه شما سوالی دارید توی کوشن باکس ها بپرسید تا آقای وفاجو پاسخ شما رو بدن. صدای بارون میاد آقای برخوزی. بله میاد، صدای بارون میاد. آره بارون اینجا خیلی شدیده، من دیگه تو گلخونم دیگه. آره به خاطر همین بارونی که داره میاد، هم اینترنت از سمت من هم اینترنت از سمت شما کلن دچار اختلال شده. حالا یه چیز جالبی در مورد نپنتسا بگم من بهتون. نپنتسا دوران یا توی موقعی که کوزه درست میکنن، از وقتی که کوچیکن تا بالغ میشن کوزه های مختلفی تولید میکنن. خیلی جالبه چون یه سریشون میتونن روندن میرن بالا، یه سریشون رو زمین میمونن. مثلا نگاه کنید که نپنتسا از اینجا هم توان میکنه یه متر از کف زمینه، اگه معلومه یا نه از کف زمینه بود. این بهش نپنس رونده ایه کلن. اینا میتونن توی زندگیشون اول کوزه لایر تولید میکنن، بهش میگن کوزه پایینی. خب این کوزه های پایینی معمولا سطح نزدیک سطح زمینن، حشره هایی که نزدیک سطح زمینن تخصصشون رو گرفتن، یعنی حشره که مثلا مثل مورچه یا مثلا
جیجیرک یا مثلا اینجور حشرات رو بیشتر میگیرن. بعد معمولا سنگین تر هم هستن. بعد که این گیاه بزرگتر میشه نیاز نوریش زیاد میشه، برای همین سعی میکنه یک درخت رو بگیره بره بالا. وقتی که درخت رو میگیره میره بالا، کوزه آپر تولید میکنه، یعنی کوزه آپره، نمیدونم حالا معلومه یا نه، شکلش با کوزه لار کاملا متفاوته. کلا مثلا میشه گفتش که اصلا مکانیزمش میشه بیشتر میره برای حشرهایی که پرواز میکنن، نوراشون معمولا رنگشون روشنتر میشه چون سطح نور میره بالا، یوبی میره بالا، اگه مثلا تیره تر باشن میسوزن. برای همین مثلا حتی میشه که کوزه لاره یا نفنتس سیاهه ولی مثلا آفرش میبینید سبز روشنه. خیلی جالبه، دوتا بالا یک گیاهه ولی مثلا میبینید که دوتا کوزه مختلف درست میکنه. طبعا میشه که هر درست ما در معمولا تولید میکنن. حالا لالنده سریع ترن معمولا، شاید در هفته هم بتونن گرم بشه بریم سراغ یکی دو تا سوال که تازگی اومد. بعد خودم هم یه سوالی الان زد به ذهنم، بعد بعد از سوال دوستان میپرسم و اگه سوالی بعدش نبا دیگه ایشالا خاتم بدیم این سوال رو. ببخشت نمیتونید اینجوره، نمیتونید، فقط الان اینکه باید ببرید آزمایشگاه که گیاهو تشخیص بدید که میشه. مثلا من یه دوستی داشتم تو آلمان، این گیاه چون نفنتسا مخصوصا هایلندا بزرگاشون خیلی گرونه، گونه های نادرن چون رشد خیلی کمی دارن، خیلی کم دارن. من نفنتس هایلند دارم مثلا میبینید 3 سال و نیم 4 سالشه ولی مثلا شاید 3 سال 4 سال 4 سال تو این 4 سال بزرگ نشده، این رشدشون خیلی کمه. اینا بالای 15 سال 20 سال میشن تازه میرسم مثلا میشه اینترنت کام درست. نه دوباره قطع شد. برای این که آره یه لحظه به من زنگ زدن. حالا توی نپنتسا اونا که خیلی گرونن، برای این که دوباره اینترنتتون قطع شد آقای بفاجو. گلی هم خیلی راه. آره متاسفانه زنگ میزنن. حالا من اینو بگم بهتون، از گل هم نحوه تشخیصش خیلی راحت. یعنی گل ماده است. توی نپنتسای ماده به صورت بیزیه، میبینید الان میبینید حالت بیزی ما نداره این گل های. توی نر این کاملا گرده وقتی که گل شروع میکنه به، الان من نرم دارم بذارید کوچیکه، تازه گل داده، میبینید الان نه معلومه یا نه گلش تازه. این گیاه هم مریض بوده، نه حالا تو این مریضی چه گلی داده، نمیدونم قضیهش چیه. این الان نره، گل تازه که باز میشه گرده گرده، پس ماده بیزیه. گردین فانتزیش اونم توضیح دادم توی لایو نحوه نگهداری گردین فنتز زمان داره. وقتی میرسه اولش که باید حتما نور خوبی گرفته باشه گیاه که بتونه گرده خوبی تولید کنه. بعد یه جایی میرسه که زمان میزنید به یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن، ببخشید اینترنتمون هم ضعیفه یکم تداخل میشه. این سوال هم آیا همچین چیزی هست برای آقای علی سراج؟ یکی از فالوورهای واقعا اکتیو اون گرده رو ترکیب دو تا گیاه الان بهتون میتونم اگه بشه کمی اینجا سخته فکر نکنم بتونم کوزه های دو تا نر و مادهشونشون بدم بهتون، ولی الان دو تا رو انجام دادم، امیدوارم که تا عید بذراش آماده بشه. آها مال خودتونه، این کلونی مال خودتونه این دو تا. من صداتون یه لحظه قطع شد برام نتونستم. بعد آقای بفوجی که ذهن خودم رو درگیر کرد این بود که آقای خودتون بذرهاشون هم میفروشید، بعد اگه بذرهاشون هم میفروشید
موقعیتش چطور است و قیمتشون چطوره؟ اینا هم بیزمت یه توضیح بدید. بذارید آماده شه تا ببینیم که به چه شکل دیگه. بسیار عالی. آره بس خب دوستان برای امتحان که هنوز خیلی خوب نبود. البته این دفعه گرفته چون اگه ببینید خیلی نمیدونم حالا معلومه نه، ولی بعضا رشد کردن. اینا اولش که هست که گرفتنیم چه اینقدر نمیشن، این الان کمی رشد کرده، نشون میده که گرفتنیم حداقل موفق دامیزه. گرفتنیش هم خیلی نکته های ریزی داره، در این اینکه ساده است ولی توی چون زنبور نداریم نقشه باید زنبور رو ایفا کنیم کمی سخت. درسته، خیلی جالب بود این نکته که گفتید مجبورید با تولید بسامت ها بسامت های آزمایشی این عمل رو ایجاد کنید. واقعا واسه هم جالب بود. من خیلی هر چقدر در مورد این گیاهان حشره خوار و این مکانیزم فعالی که دارن در وجودشون واقعا عجیب و جالبه برام و هر چقدر یاد میگیریم خیلی بارتر میشه. در مورد گلخونه بگید. خب 20 بار پرسیدم. خب گلخونه من الان این بالا پشتگونه طبعا میشه گفتش که نور خیلی خوبی داره، حداقلش اندازش هم 2 متر در 3 متر کوچیکه، ولی خب برای گیاه های خودم خیلی خوبه دیگه فعلا که اندازه. بعد عایق بندیش با پلاستیک حباب داره برای اینکه مثلا اینجا خیلی زمستون و سرد میشه، کلا پشت بوم اختلاف دماش خیلی زیاده، یعنی با گل کنه با محیط بیرون. برای همین پلاستیک حبابدار و پلیکربنات خیلی کمکم میکنن برای اینکه بتونم یه محیط مناسبی درست بکنم. بعد یه الان رطوبت‌ساز دارم، نه حالا معلومه یا نه، اون دو تا لوله هست زیره در 7 لیتر رطوبت درست بکنم. بعد مهباش دارم، اصلا مهباش هم فکر کنم باز معلوم باشه رو سقفه، کلن دو ردیف مهباشه برای اینکه مثلا آبیاری دما تو تابستون بره بالا، گرمایش هم با شوفاژ و بخاری برقی برای پشتیبانیش، سرمایش هم که کولر سلولوزی اینم خودم درست کردم، آب و فرم و اینا جو. یه فنم اینجاست که برای فنک. ببخشید من خیلی قاطی دارم و زیاد متوجه نمیشم که تاثیر صدا زیاد مچ نیستن، خیلی دوباره لگ شد از سری قبلی بدتر شد. من فقط تاثیر ثابتی دارم از شما و از این بابت بسیار معذورم. شبانده جان ببخشید من صداتون کامل میگه که آمه ببینید کنیم پلاستیک ها این دو مدل داریم، نوع شفاف داریم و نوع شفافش با جنس مواد اولیه خوب بگیر نور رو کم نمیکنه. من الان تو روز تا 27000 لوکس همین الان توی تابستون، توی زمستون میره بالا، تو تابستون که شید میزنم، اگه شید نزنم تو 70000 لوکس میره بالا، پس نور رو کم نمیکنه اصلا. برای این نپنتس هم این نور کفایته چون تو محیط خیلی نیاز نیست، منم بیشتر گیام نپنتس اینجا. در مورد تغذیه حشره خورم بگم، من این سوالو که قبلا پرسیدن، من معمولا اگه دسترسیشم به دیر دیرک تو تهران میفروشن خوبه، طبعا میشه گفت ستاش 20 تومن هست. بعد اونا میگیرن تغذیه میکنن، ولی خب تعدادشون زیاده خودم میشه داد، خودای 20-20 میتونید استفاده کنید با 1/4 دو با آب، فقط محلول پاشی باید بشه، فقط رو برگا بایدی محلول پاشی بشه، نیاز نیستش که اصلا نباید به ریشه های اینا کود بدید، فقط 1/4 دور داخل کوده میتونید، یه چند در حد یه در نوشابه یا مثلا در حد خیلی کم داخل کوده بدید و محلول پاشی رو برگا، خیلی تاثیر داره. خب آقای رفوچو ببخشید دیگه سوالات خیلی زیاد شد. دوستان من دیگه انشالله برنامه بعدی لایو بذاریم چون خیلی طولانی شده. آقای وفاجا هم بهم گفتن که وقت زیادی در مورد لایو ندارن، الان من تقریبا 2 ساعت وقتشون رو گرفتم، توی این 2 ساعت هم بسیار اطلاعات عالی بهمون دادن، توضیحات بسیار خوبی دادن و
واقعا به بار علمیمون اضافه شد. ببخشید آقای وفاجو، وقتتون هم گرفتم و این سوالات هم خیلی زیاد شد و توضیحاتشون هم واقعا، چون سوالات کلیدی پرسیدن دوستان، سوالات واقعا با جوابهای طولانی پرسیدن که انشاءالله امیدواریم که بعدا برنامه لایو دیگه بذاریم و سرعت اینترنت هم دیگه مشکل نداشته باشه، قطعی نباشه از نه سمت من و نه سمت شما دوستان. و اینکه دوستان عزیز دیگه این لایو رو کم کم سوالات رو جواب نمیدیم و توضیحات نهایی رو آقای وفاجو میدن که دیگه قدش کنیم، فکر کنم دیگه اواخر لایو باشه چون 2 ساعت رو پر کردید و خیلی ممنونم از همراهیتون و انرژی مثبتی که همیشه دارید. و من دیگه سخنهای آخر رو به آقای وفاجو میسپارم تا کلا بحث رو ببند. بفرمایید آقای وفاجو، ببخشید طولانی شد. الان مسئلاتون دیگه دیگه اومد، من واقعا دقیقا نفهمم چی شد، ولی فکر کنم لایو تموم شده، باید یه حرف آخر بزن، درسته؟ بله بله بله. دیگه چیزی که الان تا این حد بوده، اطلاعاتی که داشتم گفتم. حالا لایو بعدی میتونیم بهتر توی گرفشنی های اینا، چون خیلی تخصصی هستن، هر کدوم اینا با هم دیگه فرق میکنن، تو اونا صحبت بکنیم. یا بیماری ها، حشرات، با اینکه اینا حشره خورن خیلی حشره کنه و تریپس خیلی عزتش میکنیم، تو رو اونا میتونیم صحبت بکنیم. حالا دیگه هستش دیگه، دیگه ما در این حد دیگه اطلاعات. بسیار عالی، واقعا لایو پرباری بود، خیلی خیلی آموختیم از شما، واقعا ممنونیم که بخشی از کلکسیون فوق‌العاده‌تون رو به ما نشون دادید. میدونم که بخشی بزرگیش رو الان نشون ندادید به دلایلی، به خاطر اینکه شب هست و نیرو نیست و این حرفا و مشکلات دیگه. و خیلی خیلی خوشحال شدیم، توضیحات فوق‌العاده بود و اولین بار بود خیلی چیزها رو بشنیدیم. دستتون درد نکنه دوستان، خیلی ممنونم از همراهی فوق‌العاده‌تون. امیدوارم که این لایف ها ادامه دار باشد با حضور شما. بله، امیدوارم که این لایف ها ادامه دار باشن و شما هم سوالاتون رو اشیر کنید، دسته بندی کنید و توی اون لایف ها بپرسید. وقتی که سوالات خیلی زیاد میشن، جواباشون رو مشکلی طولانیه، چون واقعا یه چیز تازهی هست، این جوابش خیلی طولانی میشن، بخاطر همین مجبوریم لایک های دیگه هم تعبیه کنیم بذاریم. و مرسی از شما، مرسی از کامنت های فوق العاده تون، مرسی از انرژی مثبتتون. و من دیگه اینجا سخن آخرم میدم به جناب آقای وفاجو و بعدش دیگه خدافظی کنیم. یه نظرسنجی کوچیکی هم این پایین بذارید که لایک های بعدی چطور باشن، موضوع چی باشه و این حرف های سوالات، هر چیزی که دوست دارید تو باکس بذارید و ما دیگه کلا 5 دقیقه آخر داریم. بفرمایید ببخشید. جناب وفاجو ما این بله بله خوب شد، درست شد، درست شد. والا من نمی‌بینم هیچ چیز دیگه، اصلا نشدم چی شد، چطور داد، ولی خب نه یه لحظه تصویرتون قطع شد، بعدش الان درست شد، الان تصویر صدا قطع شد، الان اوکی شد. من دیگه نمیشم، من دیگه پس خداحافظ. خداحافظ شما، ببخشید اینترنت با بارندگی با اختلال زیاد مواجه شد، ببخشید، خدا نگهدار شما. بابت بارون و اینا دیگه فعلا خدا. آره دیگه با خداحافظ. کانال موسابز رو لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و پیج موسابز رو در اینستاگرام دنبال کن.